نیمه دویومی روز 16 آگوست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد انجام سفر بابرار کاری در ناحیه های درواز ونج و راش قلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرکز ماموری ولایت شهر خاروغ تشریف آوردند. ساکنان سربلند و مهمان نواز شهر خاروغ سرور دولت را در فرودگاه بام جهان به طور خاص گرم و صمیمی و با شادی و فرح استقبال گرفتند. برای پذیرایی شایسته مهمان عالی مقام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، اهل صنعت و هنر ولایت برنامه رنگین فرهنگی را که سراپا ترنمگر صلح و ثبات خدمت های بی‌نظیر فرزند برآمد خلق تاجیک تجسم نمود، در سطح بلند هنری تهیه و پیشنهاد نمودند. مورد ذکر خاص است که هر یک تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان پیک شادی و نشاط و سازندگی و آبادانی می باشد. ایو پیشوا، الو ای سروری ملت، الو ای راهکشوی و راهنمای و رهبری ملت، ایو پیشوا، الو ای سویا گستر چون همایی بخت و زیری سویای دستی تو عمری ما شکوفان است، بهاری سرنوشت و قسمتی مردم گلخشان است. بیا گردی پای تو توتیای دیدگانی ماست، قدومی پاک تو بروی چشم و قلب و جانی ماست. ایو پیشوا، زینب خوش آمدی سوی بدخشانم، بدخشانی تلایی و براهی دوست پزمانم. زنامی هر بدخشانی سلامی گرم تر از شید، به زیر مقدم تو چونگول خورشید افشانم. ایو پیشوا، قدومت در بدخشانی عزیزی ما همایون باد، بروی مردمی ما آمدنهای تو شاگون باد، خوش آمدید پیشوای معظم ملت. یم سال و سال دیگر بعد از هزار سال
خش بلند شد شهار ما. خوشبخت باشید، سرفراز باشید، سربلند باشید.
خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دل و نیت و قلبتان است همه را نصیبتان گرداند. خوشبخت باشید. ما برای خبر گرفتن نه، برای خدمت کردن آمدیم. وظیفه رهبر همین است، یعنی نزد مردم می رود، خدمت مردم را با جا می آورد، بنیاد می کند، می سازد، یک مشکلی مردم را سبون می کند. وظیفه رهبر همین است. برای پیشوازگری صمیمیتان، برای مهر و محبت به پایان شما نسبت برابر دولت و سالهای طولانی برای